ولی بریم سراغ اون درمی معروفی که میگی خاطره بعد. هنوز یادتونه شما؟ هنوز یادشونه، بعد یادشون هم نمیره. راجع اون درمی معروف هم صحبت کن برامون، اون اتفاقی که افتاد و حالا مخصوصا اون اتفاقی که افتاد توضیح بده چی بود اصلا جریان. دو هفته قبل از این جریان من مچ پام پیچیده بود. آقای قلونویی با دکتر نوروزی گفته بودن که علی رو میخوام واسه دربی، هر جوش علی رو برسم. کاش که نرسیده بودم. بعد ما رسیدیم، بازی من ندادن. دقیقه فکر کنم 92 93 بود. واسه وقت تلف کردن یکی جلو بودی که من برم تو زمین. ما رفتیم تو زمین، این اتفاق افتاد. ناخواسته. علی اصلا من نمیدونستم به خود چی این چرا اینجوری شد. 100 هزار تا تماشاگر ریختن رو سر من. یعنی زمین باز شد، رفتم تو زمین. مثلا در دقیقه 75 80 هم حتی بود قابل هضم‌تر بود واسه حاضر استقلال. لحظه آخر دقیقه 94 خیلی سخت بود. از بس که نمیدید خدا بهتر میدونم. دخترم اومردم اینجا که این بهتون بگم انسان ما وجدان داشته باشه. اون نونی که واسه زن و بچه‌اش میبره باید حلال باشه. دخترم که اینجا 6 ماهش بود، 5 ماه و نیم 6 ماهش، فکر میکنم 25 بهمن 87 بودی اتفاق افتاد. شما فراموش نمیکنم، هیچ موقع فراموش نمیکنم. یه چیزی هست که بعد اینو بگم، من بعد از این اتفاق علی میخوای بعدش رو اوکی لحظه رو اتفاق اوکی. چی افتاد اوکی. میخوام از اون لحظه‌ای که اون خطای هند رو انجام دادی. نه نپرسی، یادم نه. تو همون بازی، تو همون جریان بازی، دیالوگایی که بین تو و بازیکن‌های شناری، بازیکن‌های همتیمی برقرار شد، یادت هست کسی به چیزی گفت؟ ببینید بچه های تیم که هیچ چیزی نگفتن. اصلا هیچ که من چون رخیان های آزادی قبلا جوری بود که سنا بود داخلشون. رخیان آزادی ما میبینیدون سنا ها لخ میشدیم، من داشتالی منصور بعد وحید طالبلو بچه ها سیاوش، ما میرفتیم اونجا لخ میشدیم. ما رفتیم داخل اونجا که لباس همون عوض کنم، واقعا خیلی ناراحت کننده و سخت بود. خدا کنم واسه دشمن آدم اتفاق نیفته، خیلی سخت بود. از این تعجبم که آقای قلونویی امیرخان اصلا به من هیچی نگفت، هیچی به من نگفت، فقط یه دوتا ناسزا به سیاوش گفت که چون توپه تک تک گل نزدی. ناسزاش مربی، ببین دربی جو خصوصی داره، هر چی بگی ایراد نداره، خب مربی دیگه دوستت داره. بعضی موقع من میگم میگه چوب معلم گل هر کی نخور خوره، من به نظر چوب مربی گل هر کی نخور خوره. نه واقعا چیزی مربی دوستت داره، انتخابت کرده. بعد چه دیگه اتفاق افتاد و ما رفتیم اونجا، فرای قلنوی به من هیچ چیز خدا وکیلی من چیزی نگفت که من از فرداش تمرینم نرفتم به مدت 5 روز. اجازه گرفتم که اگه بشه برم مشهد. واقعا خیلی، یعنی شاید اون 5 روز 5 سال به من گذشت. خیلی سخت بود. خیلی رفتم مشهد، اینو به کسی تعریف نکردم چون صرفا اعضای خانواده هم میدونن. سوزن مینداختی نمیتونستی پیداش کنی، یه شلوغ بود. واسه من یه کوچه باز شد، خدای والا سر بهتر بینید، یه کوچه واسه من باز شد. رفتم زری رو گرفتم، نمیدونستم چی بگم. یکی به من گفت برو. من زری اینجوری گرفته بودم، به خدا نمیدونستم چی بگم. من واسه اومدم مشهد، به من گفت برو. ما اومدیم بیرون، چون اگر حرم امام‌رضا رفته باشید قبلش یه پاتو می‌خوای برداری سکو ماننده، ما همیشه فوتبالیست اینو رخصت می‌گیریم می‌رفتیم. من اینو رخصت گرفتم کوچه باز شد، نمی‌دونستم چی بگم. اومدم برگشتم، اومدم بیرون، به خداوندی خدا دو مانی بعدش ما با پیام تو مشهد با گل جانماریو یه گل زدیم که آقای قلنوی به آقای جلالی گفت چقدر مردی آقای جلالی، قهرمانی اون تماشا. اگه زوبان با فولاد مساوی میکرد زوبان قهرمان میشد. عیسی اون داستان من بهتون بگم که اون کسی من گفت برو، اونجا جواب منو داد، ما قهرمان شدیم اونجا. هیچکی هم باور نمیکرد استقلال قهرمان بشه، واقعا هیچکی باور نمیکرد، چون یه مساوی اونجا میتونست راحت تیم راحت ان مربی ها راحت میتونن یه سیستم بزنه تیم راحت بسته بمنده این مساوی بگیری تموم شه، کاری نداری که. یعنی ما قهرمان شدیم. این خاطره خیلی خوب من این بود که رفتم پیش امام رضا، امام رضا بهم دادی.